روز دوم مرداد، عبدالله تمیمی عضو مجلس ارتجاع از شادگان در سخنرانی خود در مجلس رژیم در کشاکش جنگ گرگ‌ها به گوشه ای از مشکلات مردم شادگان در جهنم آخوندی اعتراف کرد. عبدالله تمیمی نماینده شادگان، بفرمایید. در حوزه انتخابی بنده در استان خوزستان مشکلات و گره‌های بسیاری وجود دارد که نوزادان آن در آغاز تولد حتی پیش از استشمام شیر مادر بوی نفت را استشمام، ولی افسوس از نعمت نفت متنعم نیستند. شادگان شهری با میادین عظیم نفتی، ولی متاسفانه بیش از 37% جوانان آن بیکارند. چرا وزارت نفت پروژه هایی که میبایست در مناطق نفت خیز اجرا کند از قبیل احداث بیمارستان، درمانگاه، جاده و ورزشگاه و غیره را تا به حال در شادگان، منصوره و دارخوین اجرا نکرده؟ آقای وزیر نیرو، چرا فاضل آب بیمارستان ها، منازل، شرکت ها، ادارات، کشتارگاه ها و حتی فاضل آب غسالخانه های اهواز در رودخانه کارون تخلیه می شود؟ به دنبال این، به علت نبود تصفیه خانه در دارخوین و شادگان، مردم دیارم برای شرب به صورت خام از آب رودخانه کارون استفاده می کنند. این امر باعث ایجاد انواع و اقسام بیماری های شناخته شده و ناشناخته می شود. آب شرب شادگان با چندین معضل روبروست. شوری بیش از حد با ایسی 4400 که برای هیچ موجود زنده ای قابل استفاده نیست، چه رسد برای شرب انسان. و علت را می دانیم. تخلیه ذهاب شرکت های توسعه نیشکر و رودخانه کارون، داشتن بو و طعم متعفن و بسیار نامطلوب آب، این نیز به خاطر تخلیه فاضل آبهای شهر اهواز. کمی انتقال حجم آب به شادگان که موجب کمبود شدید آب و جیره‌بندی منازل شهرستان شده و علت آن فرسودگی و ایجاد لایه از رسوبات در داخل خط انتقال آب 40 انجی که قدمتی 50 ساله دارد. و اما مشکلات برق شادگان، عدم توسعه شبکه برق در برخی مناطق به علت عدم تخصیص نقدینگی، قید مبالغی به عنوان مصرف خارج از کنترل در قبوز برق، قطع مکرر برق به علت کمبود تجهیزات به ویژه در ماه مبارک رمضان و به سختی افتادن مردم شادگان در دمای بالاتر از 50 درجه، البته با چاشنی ریزگردا، شرجی و دیگر آلودگی هاست. سال هاست که مردم آن استانم آبی آسمان را از شدت ریزگردا به درستی ندیدند و انواع بیماری های تنفسی رهاورد این ریزگردا بوده است. آقای وزیر بهداشت، تنها بیمارستان شادگان که فقط اسم بیمارستان را یدک می کشد و در واقع از ارائه خدمات پزشکی در حد درمانگاه است، کمبود پزشکان متخصص، کمبود شدید آمبولانس، بارها و بارها پیش آمده که به علت نبود آمبولانس بیمار با وسایل شخصی اعزام می گیرد که در بین راه گاه به فوت بیمار در مسیر منجر می شود. کمبود کادر پرستاری در تمام بخش های بیمارستان، کمبود یا خرابی دستگاه های دیالیز، عدم وجود بانک خون، کمبود تجهیزات اتاق عمل، خرابی دستگاه های گرمایشی و سرمایشی، عدم پرداخت اضافه کار به پرسنل زحمتکش بیمارستان من جمله پرستاران عزیز. جناب آقای نیکزاد وزیرا، علت عدم تکمیل بند دوم جاده شادگان دارخوین که متاسفانه سالانه جان بسیاری را میگیرد چیست؟ و همچنین جاده منصوره و شادگان گرگر از آب رودخانه کابون خوشان که زمانی در آن کشتگانی باشد، حال آب باریکه بیش نیست.